بسم الله الرحمن الرحیم. در این ماه مبارک و مقدس رمضان المبارک، ماه عبادت، ماه قیام، ماه صیام، ماه تلاوت قرآن و ماه دعاست و ماه گرفتن همه حاجات از خداوند بزرگه. انشاءالله امیدوارم خداوند این ماه رو برای ما مبارک قرار بده در همه زمینه ها و ما بتونیم در همه وادی که ما داریم تلاش میکنیم، از بحث کرونا گرفته، از بحث تحریم، معیشت مردم، تولید، ساماندهی به طرح‌هایی که باید تکمیل بشه در این روزهای پیش رو، خداوند به ما توفیق بده مردم حاجاتشون مستجاب باشه و انشاءالله دست ظالمین به روی مردم ما قطع بشه و تحریم از روی مردم ما برداشته بشه و ویروس کرونا انشاءالله به دست توانمند پزشکان ما، پرستاران ما و بالاتر مراعات مردم بسیار خوب و عزیز این سرزمین انشاءالله مهار بشه. خب امروز 64مین پنجشنبه افتتاح بود که از آغاز سال 99 شروع شده بود و ادامه پیدا میکنه انشاءالله اگر زنده موندیم و خدا توفیق داد تا هفته پایانی این دولت. هدف ما از این طرح‌ها، یکی از اهداف ما این بود که به دنیا بفهمانیم که تحریم و فشار نمیتونه ملت ما رو در مسیر رشد و توسعه متوقف بکنه و الحمدلله در این ماهایی که گذشت در سال 99 و حالا در آغاز سال 1400 هم ما تحریم شدید داشتیم، هم موضوع کرونا بهش اضافه شد، اما در این حال طرح‌های مهم تولیدی ما ادامه پیدا کرد و امروز یکی از افتتاحایی که خب ما در هفته‌های سال پیش هم داشتیم مربوط به کشاورزی بود، امروز هم در بخش کشاورزی است. بخش کشاورزی برای ما بسیار اهمیت داره. بخش کشاورزی استراتژیک هست و خب شما میدونید حتی ماده اولیه بخشی از صنعت ما مخصوصا در نساجی، در کیف و کفش و خیلی از بخش‌های دیگر صنعت ما هم باز کشاورزی هست. تو تمام کارخانه‌های روغن و روغنکشی و لبنیات و حالا صدها نوع فعالیت صنعتی ما داریم که این فعالیت صنعتی وابسته هست به کشاورزی ما. یعنی کشاورزی ما هم یک بخش هست و هم یک پایه است برای صنعت. البته متقابلا هم هست، صنعت هم میاد در بخش هایی به کشاورزی کمک میکنه. ماشینالاتی که ما نیازمند هستیم در بخش کشاورزی، بخشی از سمومی که مورد نیاز ما هست، اینا هم به هر حال در بخش صنعت تولید میشه. اینا دست به دست هم میدن، ولی خب کشاورزی بسیار مهم و استراتژیک هست. بی صنعت میشه زندگی کرد با سختی، بی کشاورزی نمیشه زندگی کرد اصلا. به طور کلی حیات و زندگی متوقف به بخش کشاورزی است، چون تمام مواد غذایی که مورد نیاز هست ریشه‌اش در بخش کشاورزی است که در اختیار ما قرار میگیره و ما خداوند بزرگ رو شاکریم که در این 8 سال دولت 11 و 12 علارغم همه فراز و نشیب‌ها و تحریم‌ها و مشکلات و حوادثی مثل کرونا، باز هم ما در کشاورزی توفیقات بسیار مهمی رو به دست آوردیم. یعنی اینکه ما آبیاری تحت فشار و سامانهای مدرن آبیاری ما در این 8 سال مقایسه میکنیم با کل تاریخ ایران در رژیم گذشته از اول انقلاب تا حالا،
هر چی که بوده همه رو که کنار هم قرار بدیم به اندازه همون یه خورده بیشتر در این 8 سال انجام گرفته. خب این کار بسیار بزرگ و عظیم هست که انجام گرفته. خب این کار باعث میشه در مسئله سموم ما، در مسئله کیفیت محصولات ما و مهمتر در آب، صرفه‌جویی در آب. به هر حال ما که تو کشوری هستیم که در شرایط خوشسالی هستیم، باید که در استفاده از آب حد اکثر مراعات رو ما انجام بدیم و یکی از راهاش همینه. ما امروز دیدیم که در سیستان گزارش شد که 260 میلیون متر مکعب آب رو منتقل کردیم به دشت سیستان، که اگر این سیستم نبود و سیستم نقل و انتقال آب از طریق لوله نبود و از طریق انهار میخواستیم مثل سابق انجام بدیم، 150 میلیون متر مکعب آب ما کم میشد. از این 260 تا 150 میلیونش از بین میرفت. پس خیلی مهمه، یعنی سیستم های نوینی که داره انجام میگیره برای این هست که ما بتونیم از این آب حراست، یعنی ما مقایسه میکنیم سال آبیمون رو، حالا که تا پایان شهریور ادامه پیدا میکنه، این سال آبی نسبت به سال آبی قبل 50% ما کاهش بارندگی داریم و خب مشکلات فراوانی برای بخشای مختلف. سیستان و بلوچستان و هرمزگان جزو اوناییست که خیلی به هر حال بارندگی بسیار کمی داشتن و اصلا قابل ذکر نیست و نشون میده که خب استانهای ما در مشکلاتن. ما برای آب اونها باید فکر کنیم، برای آب آشامیدن اونها در تابستان باید فکر کنیم، برای کشاورزی باید فکر کنیم. دولت همه تلاشش بر این بوده که در بخش کشاورزی ما شاهد یک تحول بزرگ باشیم. این 8 سال مردم بیان آمار رو مقایسه کنن با 8 سال قبل، با 16 سال قبل، با 24 سال قبل، همجوری مقایسه کنن ببینن که ما در چه زمینه‌هایی تونستیم به خودکفایی و خود اتکایی برسیم. تو بحث گندم یک پیشرفت بسیار مهمی داشتیم، در بحث روغن و دانه‌های روغنی حرکت بسیار خوبی انجام گرفت، در مسئله کلزا خب ما دیدیم که تولیدات ما به 3 برابر رسید بر اونچه که قبل بوده. کشت‌های گلخانه‌ای پیشرفت بسیار خوبی پیدا کرد و امروز شما در گزارشات دیدید که در زمینه آبزیان، ماهی، میگو که تولید میشه، هم کیفیت تولید رفته بالا، هم بهداشتش رفته بالا. خب این آمار جالب توجه بود که در 1 هکتار در سال 92 اون چه ما استفاده می کردیم 2.6 تن بوده در هکتار و این الان رسیده به 4.2 تن در هکتار. خب معلومه یک پیشرفت بسیار خوب و قابل ملاحظه ما پیدا کردیم. میگو جزو اونایی است که جزو محصولات صادراتی است و خوب صادر میشه و زمینه بسیار خوبی برای صادرات وجود داره. برای مصرف داخلی هم خب بسیار حائز اهمیت و ما امروز دیدیم که 72,000 هکتار زمین آبیاری مدرن درش تحقق پیدا کرد. افتتاح امروز ما در آبیاری مدرن 72,000 هکتار بود. خب این نشان یک حرکت بزرگ هست و در طول 1 سال گفتن حدود 100,000 هکتار آبیاری مدرن، در سال پیش رو هم بیش از این آبیاری مدرن انجام میگیره و این کار بسیار عظیم و بزرگی است که به حمدالله در کشور ما در حال پیشرفته. بنابراین در بخش کشاورزی برای ما اهمیت داره به عنوان امنیت غذایی، به عنوان صادرات محصول،
و به عنوان خودکفایی در بسیاری از زمینه هایی که ما میتونیم واقعا خودکفا بشیم. حالا در بعضی از موارد یکم زمان میبره، اما در برخی از موارد ما به خوبی به خودکفایی میرسیم. در کشور ما یک کشور چهار فصل هست، یک کشوری نیست که در یک فصلی مثلا ما بتونیم کاشت و برداشت انجام بدیم. قسمت های مختلف کشور ما با آب و هوای متنوع است و شما میبینید که از اول فروردین شما میوه ها رو از گرمسیری به هر حال میاد و وارد بازار میشه تا آخر پاییز از مناطق سردسیری، همه به همینجور به طور متناوب و در طول سال در واقع میوه و محصولات کشاورزی در اختیار مردم قرار میگیره. ما این هفته تصمیم گرفتیم یک جایزه 1000 تومانی هم برای گندمکاران عزیز ما در نظر بگیریم. خب گندم کیلو 4000 تومان بود، 1000 تومان هم به عنوان جایزه برای اونهایی که سریع این گندم ها رو تحویل میدن مد نظر قرار دادیم. بنابراین این یک هدیه بود از طرف دولت به کشاورزان عزیز ما، به گندمکاران عزیز ما. دست اونها درد نکنه، دست اونها را میبوسیم و این هدیه کوچک تقدیمشون میکنیم برای اینکه اونها هستن که کشور ما رو دارن خودکفا میکنن، رو پای خودمون وامیسیم. محصول گندم امروز، حالا ممکنه یه بخشی ما نیازمند هنوز باشیم وارد کنیم تو این سالها، البته یه سالهایی بود که صادرم کردیم ما در این دولت گندم، خب به خاطر خوشسالی، اما در این حال به اندازه خوراک مردم باز هم گندم ما کفایت میکنه. منتها خب در بخشای صنعتی ما نیازهایی داریم برای گندم که باید اضافه بکنیم اون بخشها رو، خب اونا رو خریداری میکنیم، خریداری اون گندم ها هم شروع شده. بنابراین چهار فصل بودن کشور ما، زمین پرنعمتی که خداوند، ما خاک رو فکر میکنیم چیز مهمی نیست، خاک خیلی مهمه، آب خیلی مهمه، به اندازه آب خاک هم مهمه، که این خاک در اثر تحولات در طول میلیون ها سال به وجود آمده در اختیار ماست. بسیار ارزشمند خاک، بسیار ارزشمند آب، از هر دو ارزشمندتر تلاش و کار کشاورزه و از هر سه مهمتر کار خداونده. انتم تزرعونه ام نحن زارعون، کسی که زراعت رو به وجود آورده خداونده، اراده خداونده، او هست که این قانون و این فرمان رو گذاشته چجوری ما بذر رو بیفشانیم و بعد چجوری تبدیل به محصول بشه و یک دانه گندم گاهی 700 دانه گندم و یا بیشتر بشه. اینا همه فرمان و دستور خداونده. من سپاسگزاری میکنم و تشکر میکنم از همه بخش های کشاورزی، از وزارت جهاد کشاورزی، از وزیر محترم، و این نکته آخر رو هم اضافه میکنم که یکی از بخش هایی که برای تولید واکسن امروز داره تلاش میکنه وزارت کشاورزی است و بخش رازی، سرومسازی رازی ما، که اونجا در یه بخشی هم واکسن سازی همیشه هست، به هر حال در بخش‌های مختلف مشغول تولید واکسن برای کرونا هستند. یکی از واکسن‌هایی است که انشالله به ثمر خواهد نشست، تلاش زیادی دارن انجام میدن. بنابراین از این دیدگاه هم ما تشکر میکنیم از این وزارتخونه، برای همه اونها آرزوی توفیق میکنیم، مخصوصاً درود میفرستیم به کشاورزان بسیار عزیز ما که در همه مقاطع پشتیبان ملتشون، پشتیبان دولتشون و نظامشون بودند و برای اونها و برای محصولات اونها از خداوند برکت رو آرزو میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.